توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و ترکمنستان و با توجه به تغییر سیاست‌های جهانی، افغانستان و ترکمنستان ظرفیت بالقوه را برای وصل شمال به جنوب دارند. افغانستان به عنوان نقطه مهم ترانزیتی برای وصل کشورهای آسیای میانه به بازارهای آسیای جنوبی مطرح است. ترکمنستان من حیث منبع غنی نفت و گاز و با داشتن بندرهای دریایی و خشکه می تواند به عنوان چهارراه انرژی در وصل شمال و جنوب کمک کند. افغانستان و ترکمنستان در طول تاریخ معبر داد و ستد فرهنگی و تجارتی در منطقه بوده و اکنون هم هر دو کشور در پی آن هستند تا یک بار دیگر بتوانند بیشتر از قبل از طریق برگزاری نشست‌های تجارتی و نمایشگاه‌های بین المللی به سطح منطقه و جهان روابط دو جانبه خویش را توسعه و تقویت نمایند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت در شهر اشقابات ترکمنستان بزرگترین نمایشگاه ترکمن افغان را افتتاح نمود. در مراسم افتتاح این نمایشگاه مسئولین و سکتور خصوصی دو کشور و نمایندگان بیش از 40 کشور جهان نیز حضور داشتند و روی روابط اقتصادی، تجاری و ترانزیت دو کشور صحبت کردند. الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در مراسم افتتاح این نمایشگاه در سخنرانیش خواستار تقویت روابط تجاری میان دو کشور شد. افغانستان و ترکمنستان در طول تاریخ معبر داد و ستد فرهنگی و تجارتی در منطقه بوده و اکنون هم هر دو کشور در پی آن هستند تا یک بار دیگر بتوانند بیشتر از قبل از طریق برگزاری نشست‌های تجارتی و نمایشگاه‌های بین المللی به سطح منطقه و جهان روابط دو جانبه خویش را توسعه و تقویت نمایند. وی همچنان در کنفرانس تواصل تجارتی ترکمن افغان نیز سخنرانی کرده و در مورد روابط تجاری دو کشور افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و ترکمنستان و با توجه به تغییر سیاست‌های جهانی، افغانستان و ترکمنستان ظرفیت بالقوه را برای وصل شمال و جنوب دارند. افغانستان به عنوان نقطه مهم ترانزیتی برای وصل کشورهای آسیای میانه به بازارهای آسیای جنوبی مطرح است. ترکمنستان من حیث منبع غنی نفت و گاز و با داشتن بندرهای دریایی و خشکه می تواند به عنوان چهارراه انرژی در وصل شمال و جنوب کمک کند. با این حال گفته می شود آقای حزیتی همچنان در دیدارهای جداگانه با مسئولین ادارات مختلف ترکمنستان در مورد پروژه های مختلف از جمله تاپی و تاپ 500 صحبت کرده و خواستار تطبیق آن شد. همراه مسئولین کابینه ترکمنستان بحث و گفتگو صورت گرفت امروز الحمدلله. یعنی در عموم هر قدر که ما الحمدلله از طرف ترکمنستان شنیدیم، گپای مثبت بود، گپای پیشرفت بود، گپای عملی بود و خصوصا از طرف رهبر هدایت داده شد به تمام مسئولین که کارهایی که همراه افغانا انشالله در سال هاست که بحث و گفتگو میشه جنبه عملی انشالله که آغاز بکنه بخیر. از روحیه مجلس ها میبینم که انتظاری که بعد از سال هاست که ما پروژه تاپی را میشنویم، پروژه تاپ را میشنویم و یا کاسا 1000 است یا کاسا 500 کیلو ولت است، انشالله به حقیقت بدل میشه و کار عملیش انشاءالله که آغاز میشه. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صدتان خوب باشین. زنده باشین. خوب هستین؟ تشکر. میشه خدا معرفی میکردین نامتون چی است؟ اینجا چی میکردین؟ من اسدی هستم. امروز آمدیم به مناسبت که نمایشگاه ایجاد شده ایجا از بانوان ما، بانوان افغانستان. سعدیه جان چه که سایل زدی و چقدر خوشحال هستی که
این رقم نمایشگاه در شرایط کنونی برای خوارای ما برگزار میشه؟ از نظر شخصی خودم نمایشگاه اینگونه بسیار خوب است، به خاطر تجارت های خرد بزرگ خواران ما که هست اینجا، هم برای خودشان بهتر است و هم دیگه ما هم کار دستی هایشان که است و تجارت در باره هر چیزی که دارن ما آمدیم که ببینیم. خب از چی ها بازدید کردین شما؟ فعلا خود او قسمت تمامش نقاشی های دست و دیگه چیزایی که از دست ساخته شده فعلا دیدیم و میخوایم که ببینیم دیگه قسمتاش چی داره. سابق قصر دالمان بند بود و این قصر هم یکی از قصرهای تاریخی افغانستان است و فعلا باز شده، چقدر خوب شد؟ دقیقا این خوب بسیار یک کار خوب است که باز شده و تمام مردم میتونه که از آثار تاریخی خود قصر دالمان که از بیاید دیدن کنه. سابق یک جای ویرانه بود اما فعلا بسیار خوب است، هم یک جای بسیار لکس است و نماد تاریخی سایل چکر و عالم که نمایشگاه هایی که ایجاد میشه هنوز بهتر مقبول تر است. ما همراه هم شیریم آمدیم و منتظر مادر جانم شان هستم. کنم مصروفیت هم دارین یا بیکار است؟ نه فعلا خوما مسئله بودم خلاص کردیم آمدیم به کشور خود. از روسیه. بعد چقدر وقت؟ بعد از 4 سال بود. پرار سال من پنتونه خلاص کردم، یک سالم بودم تا شرایط بهتر شود. فعلا کوشش دارم که وظیفه بر خود پیدا کنم و با شما میجا. روسی را خوب سی یادم دارم. بله. خب یک چند سوال میکنم بر روسی جواب بدین، درست است؟ درست است. امروز آمدید این نمایشگاه، خواهرای من حضور داشتن یا نه؟ Да, конечно, я все посмотрю, все девочки, женщины из ДС есть, они свои бизнес занимаются. Ага. Что когда хотела сделать? Я безумно рада, потому что я свой родной город, своей родной страны, поэтому я самый счастливый человек, который здесь я живу. Я приехала только на отдых и посмотрю, если у меня получается работать здесь, ну, конечно, буду здесь жить. А если нет, придумаю. Арзуй, чего? Арзуй, Баруси, выгоем. У меня желания очень много, но посмотрим, что получается. Я желаю, здесь будет самое спокойное для женщины, для девочки, которые не могут учиться, не могут работать. Поэтому я желаю, здесь будет спокойно и открыто для их. То самое главное, которое способа для женщины. Я тоже закончилась, я приехала, у меня надеяться есть, то есть здесь буду работать и жить спокойно вместо родителей. از امارات اسلامی افغانستان خواستان چی هستن؟ خواستم امیار پیشتر کنشه به روسی گفتم اوقدر روسی رو نمیفهمم، بلدیت ندارم، ترجمهش میکنم برتر. خواستم از این بود که تمام خانما و امی دخترها رو بگذارن که درس بخوانن و ایجاد شرایط کاری رو برشان مساعد کنن که کار کنن. خودم هم آمدیم در سیلم خلاشته میخوایم همیجا کار کنم، همیجا باشم، نزدیک خانوادیم و یک وظیفه خوبتر. بخیر باشم. بخیر. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ نباشین. سلامت زنده باشین. تشکر. کاروبار. ولد هستیم، بخیر باشین. تشکر. معرفی میکردین نامتون چی هست؟ کلیم الله سراج هستم، یکی از اشتراک کننده های نمایشگاه. در مورد تولیدات که فعلا به نمایش ماندین کمی معلومات میدین؟ از ما خب بخش کاری ما که در بخش میوه تازه و میوه خشک است که در بخش پروسس، بخش صادرات و بخش بسته‌بندی ما کار میکنیم و در پهلوی ازی که در بخش صادرات و بسته‌بندی و پروسس کار میکنیم، یکی از پروژه بزرگ وزارت زراعت که به نام فوموگیشن است که ضد عفونی سازی اموال تجارتی است که در بخش هم فعالیت داریم. استقبال مردم چگونه بوده؟ شما در جریان هستین، لحظات قبل رسما افتتاح شد و مقامات دولتی و تشریف آوردن، شاید چند لحظه بعد برای مردم عام هم دروازه باز شود. شرایط کنونی چقدر نمایشگاه ارزنده؟ ولی نمایشگاه خود در هر زمان و در هر مرحله امو پیام خود داره و انشالله که
نمایشگاه فعلی که برگزار شده ایام انشالله که نتیجه خوبتر خواهد داشته باشه. نارای ما با اروپا هم صادر میشه؟ اصلا ما در افغانستان چی نداریم، فروشات نداریم. میوه که شما میبینید ما فقط به خاطر صادرات داریم، در داخل وطن چیز نداریم، صادرات نداریم. بس افتخار است که میوه تازه ما صادر میشه به کشورهای اروپایی دیگه. البته این یک چیز واضح هست که یک چیز شما با در جریان باشین که الحمدلله میوه وطن ما همیشه در هر کشوری که رفته طعم خود داشته و در فروش هم در مقام اول بوده. السلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدی. بخیر باشی. بنده کار آباد. بس میگذره، خوب است، خوش هستیم. معرفی میکردین، نامتون چی است؟ شعیب هستم، یکی از کارمند شرکت امید بهار، منحیث مدیریت اونجا مدیر کار میکنم. چقدر خوشحال است که در شرایط کنونی رقم نمایشگاه برگزار میشه، چقدر مفید است؟ والا مفید خود زیاد است، به خاطر از اینکه یکی در افغانستان سطح بیکاری زیاد شده، با خاطر از این از دولت امارات اسلامی خواهش می داریم که همین قسم نمایشگاه را دیگه هم مثلا فرصت بده، یعنی در ماه حداقل در سال 3-4 بار باید برگزار شود، با خاطر از این که در این بخش تولید داخلی یا وطنی که هست ما رشد میکنه. اکثر مردم ما که هست متوجه از این نیست و فکر میکنه که مثلا یک جنس از خارج به ما میاد، یا مثلا یا در بازار میگه که ولش شکی می باشه که جنس از داخلی است یا خارجی است. در این چیزا نمایشگاه که از باز برای جنس مکمل معلوم میشه که داخلی از خارجی است، و کدازی نمایشگاه که است باز جنسای داخلی داخل که تولید میشه رشد میکنه، هم سرمایه گذار یا تجار کسی که است و هم دل میکنه مثلا یک جرات میکنه میگه بیایم اینجا سرمایه گذاری کنیم. یکی خب باز پس مردم که جنس داخلی میگیره پس مردم به مردم زمینه کارم مساعد میشه. از نگاه کیفیت چگونه است؟ وطن دارای ما رضایت داره یا نه؟ وطندارای ما رضایت داره دیگه، بدون از اینکه باز ما تقریبا امیال 5-6 قسم جنسش که هست ما اکسپورت داریم، صادر میکنیم به کشورهای خارجی آسیای میانه که هست و تاجیکستان. صادر میشه نه؟ نه، به اروپا تا فعلا صادر نکردیم، ولی به کشورهای آسیای میانه که هست، قزاقستان، آذربایجان و تاجیکستان، یا ما چندین جنسش را صادر میکنیم، صادرات داریم. خوب از زنگ ماشاءالله. ما مثلا جنسی که صادر کردیم یا کل از تشویق مردم ملت افغانستان است که جنس ما را مصرف کرده، کیفیت شدیده، از اونجا باز از برکت از ما پس صادر شده به خارج. جوس است و شیر است؟ ما فعلا که تولید که داریم فقط بخش لبنیات است و بخش جوس است، و انشالله یک چند چیزای دیگه هم در نظر است، انشالله قریب هم در یک ماه دو ماه انشالله دیگه هم تولید وطنی را جور میکنم.